سلام سلام، آسایتون نمیاد دوباره؟ آره صداتون نمیاد. الان حرف بزنید شما. الان صدا میاد؟ بله، اوکی درست. آره این فیشه رو همیشه باید چیز کنید. چرا امتحان کرد؟ امتحان کنید. آره اوکی. خب تکلیفتون رو من تصدیق کردم، خوب بود. بعد میخواستم اینو نشونتون بدم که آخرین جمله‌ای که مثلا اینجا نوشته بودید. خب بریم کجا؟ بریم اینجا. خب اینجا تا این جمله نوشته بودید یادتونه؟ بله. اوکی اینا رو دیگه ادامه نداده بودید نه؟ اینا راستشو بخواید اینا چیز هم اینا ADMs و ضرب المثل و نمیدونم اینا هستن و تمام اینا رو انجام بدید و اینجا هم از خود همین کالوکیشن و اینا اگر یه چیزی واسه تون سوال بود حتما انجامش بدید. نه یعنی که الان از اون مثلا نیا کنید اینجا، اینجا باز دوباره این اصطلاحات فریزال ورب هست، یعنی از قسمت اولیه از جملات قسمت اولیه، چون شما از همون بالا هم شروع کرده بودید، گفتم که این چیزای ساده رو شما اصلا وقتی که میبینید که بلد هستید دیگه اصلا چیزش نکنید، اصلا ترجمه نکنید، یعنی که برید و از اون چیزهایی که سخت تره ترجمه بکنید. نه و قسمت اسمش هم که ترجمه نکرده بودید. آره یکم یعنی نمیدونستم چی بنویسم، ترجمه خیلی دقیق مطمئن نبودم. آره اوکی. آره صداتون خرابه، بعد مثل که فیشر رو باز دوباره یه تکون بدید. بهتر نشد؟ آره وقتی که وقتی درسته خیلی خوبه، وقتی واسه صدا میاد و اینا خیلی صداش هم خیلی خوبه و اینا، اینا من اختیار زیاد بکنم و که مال منم. اوکی خلاصه از اونایی که میبینید واسه تون چالش انگیزه ترجمه بکنید، چیزایی رو که بلد هستید که نه بلش کنید و اونایی رو که شما نمیدونید شما لااقل لغاتش رو پیدا بکنید. لغاتش رو پیدا بکنید و نهایتاً یه سعی ترجمه هم بکنید. نه یه سعی بکنید که مثلا چی میشه، چون خود اون هم واسه من اطلاعاته. نه اینم الان برای من خیلی اطلاعات بود و من میخوام یه کاری رو یه تستی بکنم. شما کتابای آیلتس کمبریج رو دارید؟ بله داریم. آها کدومش رو دارید؟ که شماره روش خورده؟ بله دقیق نمیدونم ولی یه تعدادش رو داریم. اوکی من میخواستم، گفتم این اصولا جلسات اول یه حالت تعیین سطح هنوز هستش که ببینم که چجوری با تون پیش برم و میخوام اون به اصطلاح قسمت رایتینگ و تاسک اولش رو، نه قسمت اولش رو بهتون بدم، حتی یکی از کتاب ها وسط رو می نویسم و می خواهم یه بار بنویسید که ببینم چی کار می کنید و اشکال هم نداره که کمک بگیرید، اشکال نداره چون سر امتحان که نیستید که کمک بگیرید و قسمت اول رو اصولا سه قسمتی می نویسن. یعنی شما مثل اکثر خب نامه های معمولی یه اینتروداکشن می نویسید، یه مین بادی یعنی قسمت اصلیش
و یه به اصطلاح کانکلوژن. نه اینجا چون کانکلوژن جمع‌بندی به اون صورت توی تاسک اولش نیستش، ولی به اصطلاح من همیشه میگم که مثل چیز میمونه، مثل شما مهمونی هم که میرید اول سلام و علیکم نمیدونم اینا، بعد میشینید، بعد دم در من شوخی میکنم میگم یه ساعت میشینید، سه ساعت دم در خداحافظی میکنید. آره، خلاصه تاسک اول رو سه قسمتی بنویسید، ولی تاسک دومش رو بعدا بهتون باهاتون کار میکنم پنج قسمتی، و چون تاسک دومش فرق زیادی با تاسک دوم آکادمیک نمیکنه، کم و بیش همونه. نه بعد این تاسک اول هستش که خب خیلی متفاوت هستش برای جنرال و آکادمیک. آره این اصلا بعد از کلاس تا آخر امشب بهتون میدم با کمک کتاب و همه چی بنویسید. بله. نه میخوام ببینم که اگر بتونید در این سطح بهتون تکلیف بدم. باشه. آره. بعد وقت ترجمه هر هم هنوز ادامه بدید، ولی میگم اونایی که مشکله رو ترجمه بکنید، ولی به اصطلاح شما یه لغته که رفتید دنبالش همش رو ترجمه نکنید چون خیلی زیاد میشه، بلکه بله. جمله بنویسید از درس ها، از این چیزایی که من به شما یاد دادم جمله بنویسید چند تا، مثلا اینجا الان مثلا بس که سه تا بیشتر ننوشته بودید، یکی از نظر گرامر، نه در رابطه با گرامر بیشتر جمله بنویسید، بعد به اندازه مثلا یک صفحه A4 یا نهایتا دو صفحه، نهایتا یک صفحه، یک ساعت، یک صفحه و نیم از کانتمپراری ترجمه بکنید. چشم. شما به همه چیزا برسیم. بله. اوکی. خب پس بریم الان سر درسمون که شما رو باز دوباره نشون نمیده اینجا. کجا بودین؟ درس سه رو گرامر کتاب سه رو شروع کنیم. اون که کتاب هم که واسهتون ارسال کردم. بله بله. آها با تون شیر بکنم یا اینکه خودتون دارید؟ نه من باز کردمش توی دسکتاپ هم هست. اوکی اوکی خب. خب present continuous and present simple قسمت اول و این چیز هستش داره مقایسه میکنه، و من اصولا از پای شروع میکنم به خاطر اینکه میدونم یه چیزایی رو اشتباه یاد دادن به شاگردان. نه و خلاصه الان این از پای ادامه دادن رو ادامه میدیم این کار رو، ولی تکالیفی رو که من به شما میدم یکم تکالیف سطح بالاتر میدم که وقت ببینم چی میشه. اوکی خلاصه مثل مارو پله میشه، اگر مثلا الان این تکلیف مثلا رایتگون بعد نتونید در پسش بر بیاد، باز دوباره برمیگردیم به کلاس اول، باز دوباره آره اوکی. خب میگه کامپر مقایسه بکنید، present continuous I am doing یعنی که هنوز که هنوزه دارم انجام میدم، و present simple به طور کل. الان این present simple رو که یه فلش زده از روز ازل تا روز ابد برای present simple اوکیه، ولی برای present continuous که اینو حتما گذاشته روی now این اوکی نیستش. و میگم به صورت تئوری اگر یه چیزی از اول عمر یه کسی شروع شد و تا آخر عمرش هم ادامه پیدا کرد حال ساده، ولی اگر یک ثانیه قبل بعد از تولدش شروع شد و یک ثانیه قبل از فوتش به پایان رسید، این میشه present continuous. نه خلاصه اینی که اینجا الان گذاشته روی فقط نه چیز نیستش، درست نیستش. من اصولا توی کتاب به صورت حضوری مثلا توی کتاب دور نه رو بیزی کشیدم، بیزی هایی که نه حتما وسط این بیزی نیستش، یعنی هر چیزی میتونه باشه، یه چیزی میتونه باشه که یه ثانیه پیش شروع شده 100 سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه، یا 100 سال پیش شروع شده
و یه ثانیه دیگه بعد از زمان حال تموم میشه. خلاصه هر چیزی که نسبت به زمان حال هنوز تموم نشده و شما میخواید بگید هنوز من دارم انجامش میدم، با حال استمراری و حالا بعدا میبینیم که اگرم بخواید بگید از کی تا حالا، میشه present perfect continuous. بله. نه ماضی نقلی استمراری. اوکی. اینا خیلی هم خانواده هستن. حال ساده خیلی هم خانواده present perfect simple نیستش. نه. ولی حال استمراری و حال و ماضی نقلی استمراری خیلی شبیه همن، هم خانوادن. یعنی هم خانوادن. اوکی. بعد اینجا میگه که we use the continuous for things happening at or around the time of speaking. خب میگم این مثلا خیلی خوب نیستشن، میگه ما به کار بریم فرم continuous رو برای چیزهایی که دارن اتفاق میفتن در و یا هولوش زمان که ما صحبت میکنیم، که خب این درست نیستش راستش بخواید، که من الان کسی با من تلفن بکنه بعد بهش میگم که من نمیتونم با شما صحبت کنم، بعد اگه بگید چرا، بعد بهش بگم که I am teaching because I am teaching. خب راست چه بخواد غلط هستش دیگه، من وقتی دارم صحبت میکنم دارم تلفن میکنم، بنابراین درس در حال درس دادن نیستم. بنابراین حال استمراری یعنی یه کار شروع کردم که هنوز تموم نشده. بعد الان این جمله the action is not complete جمله خوبیه. یعنی این جمله اوکیه، این جمله خوبی هستش که میگه اون عمل نسبت به زمان حال، که اینم بهش میگن یه time reference، نه زمان حال استمراری رو نسبت به زمان حال، نسبت به یه time reference که اینجا الان زمان حال میسنجیدش. بعد اونور میگه که we use the simple for things in general، ما به کار میبریم حال ساده رو برای چیزها به طور کل یا چیزهایی که اتفاق میفتن مکررن، repeatedly، نه چیزهایی که دائمی هستن و یا مکررن اتفاق میفتن. خب اینجا مقایسه کرده و حالا مثلا دو تا جمله اول خیلی خوب هستن از چند نظر. البته میگه the water is boiling can you turn it off. خب دست راست هم میگه water boils at 100 degrees celsius. خب میگم از چند نظر جالبه، دست چپ میگه the water یعنی اون آب خاص در حال جوشیدنه، میتونید شما خاموشش بکنید، و این ور دیگه ده نمیذاره چون به طور کل آب به جوش میاد در 100 درجه سانتیگراد، نه سلسیس، نه بله. خب میخواید شما جملات بعدی رو بخونید. Listen to those people. What language are they speaking? یکی به اون افراد گوش کن. آنها با چه زبانی دارن صحبت میکنن؟ بله، به چه زبانی دارن صحبت میکنن؟ بله. Excuse me, do you speak English? ببخشید شما میتوانید انگلیسی صحبت کنید؟ یا آیا شما انگلیسی صحبت میکنید به طور کل؟ بله. نه که الان صحبت به طور کل. Let's go out. It's raining. It isn't raining now. بیا بریم بیرون. الان بارون نمیاد. بله دیگه. نه. It isn't raining now. بله اون در حال باریدن حالا دیگه نیستش، نه. It doesn't rain very much in summer. در تابستان بارون زیاد نمیباره. بله به طور کل. I'm busy. What are you doing? من خیلی شلوغ هستم. سرم شلوغه. تو چه در حال انجام چه کاری هستی؟ بله چون دو نفرن میذاری توی گیرونه. بله. نه.
من خیلی مشغولم. بعد من میگه چیکار داری میکنی؟ What do you usually do at weekend? معمولاً آخر هفته ها چه کاری انجام میدی؟ بله اسمش رو که نگفتی دا Weekends. آره این اسا رو ایرانی ها دوست ندارم مثل این که آره آره بعد آخه برای صرف فعل اینو ناجور میشه ها. بله آره What do you usually do at weekends؟ یعنی که اصلا به طور کل آخر هفته ها چکار میکنی؟ اوکی I'm getting hungry. Let's go and eat. من داره گشنم میشه. بیا بریم یه چیزی بخوریم. بله. I always get hungry in the afternoon. من همیشه بعد از ظهر گشنم میشه. بله. get یه معنی شدنه. بله. Kate wants to work in Italy, so he's learning Italian. Kate میخواد که در ایتالیا کار کنه، بنابراین داره ایتالیایی یاد میگیره. بله، در حاله و اینجور نیستش که الان همین لحظه داره یاد میگیره ها، یعنی یه کار شروع کرده هنوز هم نشده. Most people learn to swim when they are children. بیشتر مردم شنا کردن رو یاد میگیرن وقتی که بچه هستن. بله. The population of the world is increasing very fast. جمعیت جهان خیلی سریع در حال افزایشه. بله. Every day the population of the world increased by about 200,000 people. هر روز جمعیت جهان در حدود 200,000 نفر اضافه میشه. آره ولی الان باز اینکریز رو اسمش رو نگفتید. اینکریزز. آره جدن جالب بود. آره خب اینجوری هستش که از هر طرف هم Every day the population of the world increases. اینو اون چیز رو باید میخوندیم. آره اون چیز رو اپندیکس رو باید بخونیم چون یادم افتاد. گریتونه توی درس ها که حالا سه اینجا همون مثل ایدی که میذاشتید برای want رو وقتی که به گذاشت تبدیلش میکنید خب فعل با قاعده است ایدی میذارید و اصولا این ای خونده نمیشه مگر اینکه آخر فعلمون دی و یا تی باشه و نمیگید wanted میگید wanted. نه به صورت درستش ها. و اینجا شما نمیگید increases بلکه میگید increases by about 200,000 people یعنی با حدود 200,000 اشخاص. نه people دوتا معنی داره. نه بله توی محاوره شما نمیگید persons میگید one person two people. نه خب این فعلا درس رو بخونیم بعد بریم اون اپندیکس رو بخونیم چون مهم هستش. خب اینجا میگه we use the continuous for temporary situations. میگه ما به کار میبریم فرم استمراری رو برای وضعیت هایی که فعلی هستن دائمی نیستن. و دقیقا هم مثل خود فارسی هم هستش ها، هیچ فرقی نمیکنه. حالا اون ورش میگه we use the simple for permanent situations. ما به کار میبریم حال ساده رو برای وضعیت های دائمی. حالا اینا رو بخونید بعد یه مثال هم خودم بهتون میگم. I'm living with some friends until I found a place for my own. من دارم با تعدادی از دوستام زندگی میکنم تا زمانی که یه جای برای خودم پیدا کنم. بله جای خودم رو به اصطلاح جای خودم place of my own. مثلا شما میگید I have got my own car. بله. نه بریتیش هم با have got نه یعنی که من از ماشین دیگه پدر مادرم استفاده نمی کنم. ما
من ماشین خودم رو دارم، یا I have got my own apartment یا flat. نه خب دست راستم بخونیم. My parents live in London. They have lived there all their lives. Thank you. خانواده من در لندن زندگی میکنن. اونها تمام زندگیشون اونجا زندگی میکردن. خب اینو من تو عقصی گفتم تجربه کنیم. خب پرنس خانواده نیستش ها، بلکه پدر مادر ها. پرنس بله. آره. پرنس ها که چون اونجا میتونید نیستش که اینا با هم دیگه زندگی بکنن، دیگه مثلا از 18 سالگی دیگه مثل پرنده ها پر میزنن میرن بچه ها. نه بله بس آره. مای پرنس پدر مادر من زندگی میکنن در لندن و اینجا حال ساده رو به کار برده و احتیاجی مثلا به اطلاعات اضافه نبود. یعنی اگر میگفت my parents are living in London، اوتوماتیک میفهمیدید که فعلیه. بله. نه بعد میگه they have lived there، آنها زندگی کردن آنجا all their lives. و این lives چجوری درست شده؟ متوجه نمیشم. آره مثلا خب این یعنی که اصلا لغتش چجوری مثلا هستش، از کجا مثلا این همون to live هستش یعنی زندگی کردن یا چی هستش؟ اسم این جمع بسته شده ولی با مفردش هستش life با F و بله. این قانونش که اگه شما جمع بخواید بندید این F به V تبدیل میشه و ES میگیره و اینجا یعنی زندگی هاشون و به صورت مفردش life بوده. نه بله. حالا میگم این دقیقا مثل خود زبان فارسی هم هستش که شما مثلا رفتید حالا مثلا اصفهان شروع کردید به زندگی کردن، بعد یکی به شما میگه کجا زندگی میکنید، بعد شما میگید ما فعلا داریم تو اصفهان زندگی میکنیم تا ببینید خدا چی میخواد. خب اینو دیگه تا 6 ماه میتونیم بگید و یه سال هم شاید، ولی خب مثلا 20 سال اونجا زندگی کردید بعد نمیتونیم بگید خب ما فعلا داریم اینجا زندگی میکنیم تا ببینید خدا چی میخواد. خب دیگه خدا چی میخواد دیگه، 20 سال داریم زندگی میکنید. نه یا مثلا بله. شما با این نفر آشنا میشید و سر کار نیستش ها، نه بیرون شهر مثلا پیکنیکی که آشنا میشید، بعد بهش میگید که چیکار میکنی، خب بعد میتونه به شما بگه I work in an office، یا اینکه I am working in an office. فرقش چیه؟ I work in an office. یکیشو با سیمپل میگه، یکیشو با کانتینیوس. I'm working یعنی من موقتی دارم توی شرکتی کار میکنم. بله ING رو توی اداره یا دفتر. آره ING رو که بذاره و فارسی هم همینه، من فعلا یا من دارم، فعلاش هم که نگید، من دارم توی دفتری کار میکنم. خب یعنی چی؟ یعنی که هنوزه، نه حال استمراری بله. یعنی که هنوز تموم نشده و خب به محضی هم که شما لغت هنوزه به کار میبرید یعنی تموم میشه. بله برای همین هم میگید که I am teaching، I am drinking tea، یا هر چی اینا رو با اینجی که به کار ببرید یعنی فعلیه، دائمی نیستش. خب دو تا جمله بعدی. You are working hard today. تو امروز خیلی داری سخت کار میکنی. Yes, I have a lot to do. بله من خیلی کار برای انجام دادن دارم. بله البته خب اونم گفتی تو، ولی خب تو نداریم، تو انگلیسی نداریم. شما. آره. خب دست راست. Joe isn't lazy. He works hard most of the time.
میگه جو تنبل نیست، اون بیشتر وقتها بیشتر زمانها خیلی سخت کار میکنه. بله، he works hard. و این hard هم یکی از چند تا لغت دیگری هستش که هم صفت و هم قیده و اینا الوای نمیگیرن. یعنی الان این hard داره کار کردن رو توصیف میکنه و وقتی که یه لغتی یک فعل رو توصیف کنه این دیگه قید هستش، ولی اینجا الوای نمیگیره. ولی البته یه الوای هم داریم با hard hardly، یعنی که به سختی. مثلا توی جمله مثلا I hardly ever go to the cinema، نه یعنی من خیلی کم میرم به سینما. نه و آمریکایی‌ها همیشه یه جوک درست میکنن همیشه باهاش سر کار اینا. یکی میگه که I'm working very hard، من دارم خیلی سخت کار میکنم. بعد اونا به شوخی بهش میگن You're hardly working. یعنی به سختی میشه گفت اصلا شما دارین کار میکنید. نه خب بریم سر یه قسمت خیلی مهم، یادم بهش بالاتر. اوکی. خب اینجا میگه I always do and I'm always doing. خب I always do حال ساده است و این قیدهایی مثل always رو یا چیزهای دیگر رو متاسفانه یعنی میگم من مجبورم هم رو با شاگرد چک بکنم، چون مثلا just و مثلا yet و already رو تو ایران میگن ملک شخصی ماضی نقلیه. نه یعنی مثلا تو این کلاس های کنکور رو نمیدونم اینا میگن تا چشتون به این افتاد بدون که این ماضی نقلیه. خب در حالی که اینطور نیستش. نه. یکی از کاربرداشون تو ماضی نقلیه، جای دیگه هم به کار میره. و اینجا حالا اگه نیا کنید always رو ممکنه به شما گفته باشن که خب این اصلا همیشه با حال ساده میاد. نه، جای دیگه هم میتونه بیاد و این یک کامبینیشن جالبی هستش. I am always doing. خب میگه I always do something. I always do something مساوی هستش با I do it every time. یعنی من هر دفعه این رو انجامش میدم. مثلا چی؟ I always go to work by car. من همیشه میرم به سر کار به وسیله ماشین. بعد میگه نه اینکه I am always going نمیتونید بگید. ولی اگر بگید I am always بعد با ing میگه که این یه معنی دیگه ای داره. و مثلا اینجا این خانمه میگه که I have lost my phone again، من دوباره تلفنم رو گم کردم. بعد میگه I am always doing things. I'm always losing things. نه I'm always losing things یعنی که من دائما دارم چیزامو گم میکنم. نه حالا این یه کامبینیشنی هستش از حال ساده و حال استمراری. حالا اگر شما اینو به صورت حال ساده میگفتید و میگفتید که I always lose my phone، نه به نفر نیتیو بهش میگه که I always lose my phone بدون هیچی اضافه هم نمی کنید. یا این که به صورت حال استمراری بگید که I am losing my phone. I am losing my phone. خب در هر دو حالت شماره تلفن یه روانشناس رو می‌نویسه و میذاره رو میز و هول میده به طرفتون. نه خب چون شما اگه بگید I always lose my phone یعنی که شغلمه. خب اگرم بگید که I am losing my phone
وقتی دارید آینجی به کار میرین یعنی در حال گم کردنشم. خب میگه اگه دیوونه ای وقتی که میدونی گمش نکن. بله. حالا به خاطر اینی که یک فرم جدیدی درست بکنن، این always رو که یه چیزی هستش که همیشه، اضافه میکنن به حال استمراری هسته، به حال استمراری که یعنی که فعلا، یعنی یه زمان به اصطلاح کوتاهی هستش، نه این رو با این always یه خود طولانی ترش میکنن و شما میگید I'm always losing things. حالا فارسیش این میشه که اصولا اگه بخوایم فارسیش قشنگ بکنیم اینه که بعد شما میگید ای بابا من نمیدونم این روزا چمه، من دائما دارم چیزامو گم میکنم. نه اینطوری نیستش که دائمیه، ولی این روزا یعنی یه مدتیه که من دائما دارم چیزامو گم میکنم. یعنی نه حال ساده است که از روز ازل تا روز ابد و نه حال استمراری که الان دارم گم میکنم، بلکه این روزا داره یکم زیاد از حد معمول اتفاق میفته که من چیزامو گم میکنم. نه حالا مثالایی که مثلا میتونید بگید خیلی هم کاربردش زیاده ها، فقط راجب خودتون نمیتونید بگید، راجب یک کسی دیگه هم میتونید بگید. خب یه نفر دائما نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، شما چی میگید؟ مثلا he always نه به خودش مثلا شکایت داری ازش میکنید، نه you are always watching TV. بله. نه اگه بگید you always watch TV، خب بعد یه چیزی بهش اضافه کنید. حتی مثلا همین برنامه کلید گم کردن یا تلفن گم کردن میتونید نجاتش بدید جمله رو، بگید که I always lose my phone when I am in a hurry. وقتی من در عجله هستم، نه؟ خلاصه اینجا شما always رو ور میدارید و با استمراری و شما دارید شکایت میکنید و فارسی هم میشه دائما نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی. یا مثلا you're always criticizing me، یعنی چی؟ نمیدونم معنی لغت یعنی انتقاد کردن. نه you're always criticizing me، یعنی دائما به من خورده میگیری. آره. نه you're always asking me for money، یعنی چی؟ یعنی تو همیشه از من پول میخوای. بله. نه یا مثلا you're always teasing me، یعنی چی؟ to tease یعنی سر به سر گذاشتن. نه TEASE you're always teasing me، تو همیشه سر به سر من میذاری. آره آره. خلاصه وقتی بخواید بگید که یه خود زیاد از حد داره انجام میشه، نه یا مثلا you're always eating دائما داری میخوری. نه خلاصه میگم تو زندگی روزمره خیلی چیز داره، کاربرد داره و اینجور چیزایی که یه خود تکنیکی تر هستن رو حتما باش جمله بنویسید که ملکه ذهنتون بشه برای سر امتحانا. بله. خب میگه که more examples، بعد خب بخوندید شما. Paul is never satisfied. He is always complaining. میگه پال همیشه ناراضیه. این روزا همش در حال شکایت کردنه. آره شما کتابتون دارین میخونید نه یا از فایلی که من بهتون دادم؟ من از فایلی که برام فرستادی دارم میخونم. جدا؟ آره تو کتاب من اریک نوشته. من اونجا زده پال. مگه من همین واسه شما مال من یه چیز دیگه است ها؟ دیگه این همون بود که جلسه پیش برام فرستادی. جالبه. و مال من هستش you are always playing computer games.
آره اینو باید چکش بکنم. آره You're always playing computer games. دائما نشستی برنامه کامپیوتر بازی میکنی، بازی کامپیوتر. You should do something more active. خب یعنی چی should do something more active؟ یعنی باید کارهای فعالانه تری انجام بدی. آره آره اقصی گفتم چیز کنی. خب should یعنی چی؟ باید دیگه، یعنی نه پیشنهاد میده که باید. باید نیستش ها، بهتر است که. بله درستش اینه که نصیحت ها. بله نصیحت ها. آره باید، آره مقصد چون همش تو ایران میگن باید، نه این نصیحت ها. خب ببینیم که جمله دومه چجوریه. You are always looking at your phone. Don't you have anything else to do? که این روزها خیلی به موبایلت گوشید نگاه میکنی، کار دیگه ای نیست که بخوای انجام بدی. خب این هم متفاوت هستش، جالبه. و چه کار بیدم فایل شما چه اینجوری از آب در اومده. آکه اینجا میگه team is never satisfied. آره اینو مال شما بود یه جورای جا به جا بود. آره آره team is never satisfied. He's always complaining. دائما نق میزنه. آکه خب بریم پایین تر قسمت آن. گفتیم که بریم اون چیزه رو بخونیم ها. آره میخواید بریم اون اپندیکس رو بخونیمش یا اینکه میخواید اینو تمامش بکنیم؟ آره این بذار تمامش بکنیم یادتون باشه. آره چون با هم دیگه هست، ولی اپندیکس یادتون باشه باید حتما انجامش بدیم. باشه. آره خب present continuous and present simple که این به اصطلاح چیز هستش، مقایسه این دوتا. و میگه I'm doing و I do. بعد میگه we use continuous forms for actions and happenings that have started but not finished. که به صورت ماضی نقلی الان هستش have started but not finished. یه هم میتونست بهش اضافه بکنه نه؟ میگه ما به کار میبریم continuous form رو، form continuous رو برای چیزهایی، عملهایی و اتفاقاتی که شروع شده اند ولی هنوز تموم نشدن. یه تو اگه میذاش یعنی هنوز تموم نشدن. مثل چی؟ they are eating, it's raining, etc. بعد ولی میگه some verbs, for example to know و to like مثلا are not normally used in this way. یعنی که معمولا به این روش ازشون استفاده نمیشه، یعنی ing نمیتونی بهش اضافه کنید. بعد میگه we don't say I'm knowing. نه شما نمیگه من در حال دونستنم. یا یعنی اینکه they are liking، اونها در حال دوست داشتنن. نه we say I know they like. چون اینا فعلایی هستن که با خود تلفظ لغت انجام میشه. نه بله. مثل مثلا یه چیز دیگه که اینجا نذاشته promise. promise نه این توی علم زبان یه قسمتی از علم زبان میپردازه به اینجور افعال. نه نه یه دی از افعال هستن که اینا چیزی نیستش که شما برید بشینید انجامش بدید، با تلفظ خود لغته این فعله رو انجامش دادید. نه I promise. من همیشه شوخی میکنم میگم برای همینم میزنن زیر قولشون چون مایه ای نذاشتن. نه بلدی. I promise. خلاصه اینا نمیتونن ing بگیرن. یکی از مهمترین هاشون که باز اینجا نیاورده to have هستش، داشتن. شما نمیتونین بگید I'm having a book. البته خب میتونید بگید و خب انگلیسی هم خیلی شوخن و اگر شما بگید I'm having a book میگه نوشه جان، یعنی من دارم این کتاب میخورم. نمیشه نه. خب بعد میگه the following verbs are not normally used in the present continuous. میگه این افعالی که به دنبال میان معمولا استفاده نمیشن در به صورت continuous. مثل خب چی؟ to like،
to want اینا که تو هاش هم البته نمیذارن، ولی خب اصولاش باید بگید to need، که need حالا وقتی که بهش رسیدیم بهتون میگم این هم کمکی هستش و هم فعل کامل. این هم دو تاسا، هم کمکی داره هم کامل داره. I prefer, know, realize, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, fit, contain, consist و seem, to seem. خب اینا رو میدونید لغات رو یا فعل رو یا نه؟ تقریبا حالا دیگه تقریبا بیشترش رو میدونم. آره اگه خود هر کدوم نمیدونید کانسیست رو کم شک دارم. کانسیست آره. خب این دو تا کانتین و کانسیست مثلا روی غذایی یا نه حالا نوشابه یا هر چی اینا میتونه بنویسه it contains مثلا شکر. من یعنی شکر هم در بر داره. داره. یعنی حالا غیر از همه چیزهای دیگه شکر هم شاملش هستش، در بر داره. ولی consist یعنی که درست شده از. نه اگه بگه it consists of، بعد که تک تک مواد رو دیگه وقت میگه. خب suppose یعنی چی؟ حدس زدن میشه یا نه؟ suppose معنی مختلف ازش میگیرن. خب یکیش هستش مثلا شما میگه مثلا is John at home now، مثلا میگه تو خونه تلفن بکنم خونه است، بعد شما میتونید دقیقا مثل I think so بگید I suppose so. یعنی من اینطور فرض میکنم. یکی از کاربرداش نه مثلا شیکتر از I think so نه. و یکی از دیگر کاربرداش این هستش که مثلا یکی قرار بوده بیاد کمک شما بکنه، حالا بعد نیومده، بعد شما میخواید بگید حالا من با فارسیش بکنم چه خاکی به سرم بریزم، نه؟ شما میگید What am I supposed to do now؟ حالا قرار من چی کار بکنم، نه؟ What am I supposed to do now؟ یا یکی از کاربردهای دیگرش مثلا اینه که شما قرار بوده ساعت 8 بیاید، ساعت 9 اومدید، بعد من بخوام به شما بگم ولی شما قرار بود ساعت 8 اینجا باشید، بعد به شما میگم but you were supposed to be here at 8، نه ولی شما قرار بود که ساعت 8 اینجا باشید. نمیشه یه بار دیگه بگی؟ بله but مثلا شما میای ساعت 9 میای، بعد به شما میگم but you were supposed to be، نه supposed با ایدیا، but you were supposed to be here at 8، ولی شما قرار بود ساعت 8 اینجا باشید. یا مثلا یه کاربر دیگه مثلا خیلی مثلا مؤدبانه یکی دربونی چیزی مثلا اونجا هستش، یا مثلا آره مثلا توی آره مثلا توی گالری مثلا نه متصدیه، بعد شما عکس میگیرید، بعد به شما میگه excuse me madam but you are not supposed to take pictures، نه you're not supposed to take pictures، یعنی قرار نیست که شما عکس بگیرید، نه؟ یا مثلا you're not supposed to smoke here، نه؟ اینو مثلا خود شما الان توی چیزا توی کانتمپراری حتما نباید فعلای بی قاعده باشه، میتونید برید دنبال suppose، نه؟ یک عالمه چیزای خوبی داره
و خلاصه اون ایدی امضا اینا رو هم یادتون نره، نه اونا رو باز بکنید و چیز کنید. یکی دیگه کاربرداش، مثلا شما میگید که بریم یه رستوران خیلی خوبیه، بعد ما میریم اونجا و بعد من مسموم میشم، بعد به شما میگم که Was that supposed to be your nice restaurant؟ مثلا اون رستوران ناسلامتی رستوران خوب شما بود؟ نه؟ Was it supposed to be your nice restaurant؟ یعنی که اون ناسلامتی رستوران خیلی خوب شما بود، من مریض شدم. خلاص اینو ارزشش رو داره برید دنبالش تو کانتمپراری. نه؟ بله. خب بریم یکم پایین‌تر، جملاتش رو میخواد شما بخونید. I'm hungry. I want something to eat. من گرسنه هستم. میخوام یه چیزی بخورم. بله، من میخوام یه چیزی که بخورم. یا حالت طلب کردن هستش و اصولا want شما لغت خیلی خوبی نیستش. نه؟ شما بدید مثلا توی رستوران بعد بگید I want a cup of tea، خیلی ناجوره ها. آره آره آره. مثلا اینجا اگر خب به یه نفر دیگه داره میگه اصولنش I'm hungry but I would like something to eat، من دوست میدارم. نه want یه خود ناجوره. اوکی Do you understand what I mean؟ منظور منو میفهمی؟ بله. آیا شما میفهمید منظورم چیه؟ بله. و شما نمیتونید به این understand ing اضافه بکنید و اینطوریه که اگر شما خواستید به این افعال استمرار بدید باید یه فعل دیگر رو بردارید و ing رو به اون اضافه بکنید. مثلا مثلا understand، شما گفتید که مثلا دوست مشترک ما جان آدم خوبی نیستش و منم تا حالا اعتقاد داشتم آدم خوبیه، بعد وقتی من یواش یواش میفهمم که آره این آدم خوبی نیستش، بعد به شما میگم I'm beginning to understand you، من دارم شروع میکنم شما رو فهمیدم. و حالا قبلش که اصلا من سر در نمی آوردم که شما دارید چی میگید و شما به من میگید خب چرا نمیفهمی، بعد من به شما میتونستم بگم که I'm trying to understand you، من دارم سعی میکنم. نه یا مثلا believe، I'm trying یا I'm beginning، مثلا بگیم I'm beginning to believe in God، من دارم شروع میکنم. پلس ing رو باید بدید به یه فعل دیگه آره آره، چون با اینا خیلی ناجروها ing بذاری یه جور خیلی بدی میشه. اوکی خب جمله بعدی Anna doesn't seem very happy right now. آنا به نظر شاد نمیاد الان. Right now دقیقا یا مثلا این روزا؟ دقیقا الان. آره که واسه آره. من چیز هستش at the moment، در حال حاضر. در حال حاضر. آره آره. این کتابه خیلی جالبه که من از همین مسکه چیز کردم. حالا ببینم چک میکنم بعدش. مال شما فکر میکنم قدیمی تر باشه. فکر میکنم. چون به جملات این بالا داشتیم که کامپیوتر گیمز و اینا. اوکی خب think میگه when think means believe، وقتی که to think در واقع به معنی اعتقاد داشتن هستش یا have an opinion یعنی عقیده داشتن، we do not use the continuous form، نه بگه form continuousش رو با کار نمیبریم. خب شما چی بخونید؟ I think Mary is a Canadian, but Canadian, بله. Canadian, but I'm not sure. میگه من فکر میکنم که Mary کانادایی هستش، اما مطمئن نیستم. بله. what do you think of my idea?
نظرت راجع به ایده من چیه؟ بله، خب اینجا یعنی که نظرتون یا عقیدتون، ولی اینجا میگه when think means consider the continuous is possible. consider یعنی چی؟ consider یعنی وقتی که شما توی مغزتون دارید سبک سنگین درگیر بودن یه چیزی، آره، سبک سنگین میکنید، به حساب میارید که این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، میگه اینجا دیگه شما آینجی رو میتونید به کار ببرید. خب بخونید جمله رو. I'm thinking about what happened. I often think about it. میگه دارم فکر میکنم که چه اتفاقی افتاد. بله، من اغلب در موردش فکر میکنم. بله، I'm thinking یعنی واقعا نشستم اونجا و این پروسه فکر کردن رو دارم انجامش میدم. ولی اون بالا وقتی که شما میگید I think Mary is Canadian، اینجور نیستش که نشستم دارم فکر میکنم، یعنی به عقیده من. که خب فارسی بعضی وقتا اشتباه میکنن و مثلا میگن من فکر میکنم ماری کاناداییه. خب نباید می نباید بذارید، بلکه باید بگید من فکر کنم. نه، اگر می بذارید یعنی واقعا نشستم دارم فکر میکنم. با می میشه این برنامه‌ای که I'm thinking about what happened. یعنی قشنگ نشستم و این پروسه فکر کردن رو دارم انجام میدم. خب جمله بعدی. Nikki is thinking of giving up her job. میگه نیکی داره فکر میکنه که شغلشو ترک کنه. بله، give up یعنی که قطعش بکنه، شغلشو ترک بکنه. بله، یعنی که نشسته به صورت اکتیو داره فکر میکنه، سبک سنگین تو مغزش میکنه که ول کنه یا نه. خب see here که در واقع to see, to hear, to smell, to taste که بهش میگن فلای حسی، اینا چیزایی هستن که شما تو انجامش دخالت ندارید و چون تو انجامش دخالت ندارید آنجی هم بهش نمیتونید اضافه بکنید. میگه we normally use the present simple not continuous with these verbs. مثلا چی؟ Do you see that man over there? یعنی آیا شما میبینید اون مرد رو اونور؟ و میگه نمیتونید بگید Are you seeing? نه، چون شما وقتی که چشم دارید، وقتی چشمتون رو باز بکنید، عمل دیدن چه شما بخواید چه نخواهید شروع میشه و بنابراین شما در انجام این کار هیچ دخالتی ندارید و اگر ولی بخواید اینجی بذارید نمیتونید بگید I'm seeing you، بلکه I'm looking at you. حالا سی رو شما بهش اینجی هم میتونید اضافه بکنید. بله، برای آینده 100%. I am seeing John tonight. من امشب دارم جان رو ملاقات میکنم. آینده ها رو بس که بهتون گفتم، نه؟ بله. اوکی. اینا رو حتما تو جملهاتون بیارید. بله، تو جملهاتون بیارید. ابزا اولین چیز جمله نوشتن با نکاتیست که ما سر کلاس کار کردیم، بعد فعلا برنامه کانتمپراری ترجمه کردن، که البته میگم از هر کدومش یه مقداری انجام بدید بهترین کار دیگه. بله بله. خب جمله بعد. The room smells. Let's open a window. اتاق بوی میده. فکر میکنم جوری معلوم شه. لطفا یه پنجره رو باز کنیم. بیا یه پنجره رو باز بکنیم. خب اینجا مال من this هستش، فرق نمی کنه.
رشومش من از اسم اصولا خودش منفیه، یعنی دیگه نمیدونم اینا بگید بد و نمیدونم اینا دیگه احتیاج نیستش. و اگر بخواید بگید خوب، بعد مثلا بگید بعد بگید this room smells nice، نه؟ و اینجا فقط وقتی میگه بومیده، فارسی هم همینه دیگه، بومیده یعنی پس بعد. و اینجا باز دوباره شما نمیتونید ing بهش بذارید، در حال بودادنه. و اینم جالب هستش، جمله بعدی let's open a window. خب این وقتی میگه a window یعنی چند تا اونجا پنجره هستش؟ ویندو معلوم نیست دیگه، چند تا پنجره هست، ولی بیشتر از یه دونه هست، نه؟ بله. حالا اگه یه دونه بود چی میگفت؟ the window. بله بله. نه اینا رو البته خیلی شاید ساده بود، ولی اینا بهش میگن extra linguistics information، یعنی بله، اطلاعات اضافه بر اونی که شما اینجا الان میبینید. نه یعنی وقتی بله، فکرشو میکنید، خب وقتی میگه a window پس معلومه چند تا هستش. بله. اگه the window یعنی یه دونه بود. اوکی. بعد میگه we often use can plus to see, to hear, to smell, to taste. و شما میگید I can hear a strange noise. I can hear a strange noise. من میتونم بشنوم یه صدای عجیب غریب رو. Can you hear it؟ آیا شما هم میتونید بشنوید؟ میشنم. آره خلاصه میگه اگه بخواید اینجوری بگیدش دیگه با ing نه، بلکه با can. خب قسمت بعد look، to look و feel. بعد میگه you can use the present simple or continuous to say how somebody looks or feels now. میگه هر دو رو میتونید با این دوتا فعل استفاده بکنید، مثلا you look well today یا you are looking well today. میگه هر دوشو میتونید استفاده بکنید، فرقی نمیکنه. یا اینکه how do you feel now، یا اینکه how are you feeling now. نه حالا چه احساسی میکنید؟ نه but میگه ولی I usually feel tired in the morning. وقتی شما دیگه usually به کار میبرید، باید دیگه حال ساده رو به کار ببرید. نمیتونید بگید من معمولا در حال احساس خستگی هستم، نمیشه، زد و نقیض میشه از نظر منطقا. بله. اصلا به گرامر کار نداره. نه. خب این قسمت ایش هم خیلی جالب هستش. بریم اینجا. اوکی. خب این اینطوری هستش که فعل to be مثل مساوی میمونه، مثل ریاضی مساوی، نه؟ و شما اگر به این نفر بگید که you are stupid، خب یعنی چی؟ یعنی شما احمق هست. بله، یعنی قشنگ مثل ریاضی میمونه ها، you are stupid، شما مساوی با احمق. که خب بعد از این to be میتونه صفت بیاد، میتونه اسمم بیاد، نه؟ he بله. is a doctor، نه؟ حالا البته خب قیدم میتونه بیاد، نه؟ he is here و غیره، و مثل مساوی میمونه. حالا شما اگر به این نفر بگید ما حالا مثلا you are stupid یعنی تموم شد و رفت، شما دارید حال ساده رو به کار میبرید، یعنی که بهش میگید که شما از روز ازل تا روز ابد احمق هستید. خب حالا الان شما دارید به این نفر چیزی رو توضیح میدید و داره از خودش احمق بازی، خنگ بازی در میاره، نه؟ اینجا وقت شما چی میگید؟ اینا کاربردهای خیلی جالب این دو تا زمان حال ساده و حال استمراری هست. شما به طرف میگید که you are being stupid و این کافی هستش، ولی خیلی وقتا اقصی now هم بهش اضافه میکنن. You are being stupid now. یعنی که حالا دیگه خود داری خنگ بازی در میاری، یا
یعنی اینم باز یه کاربرد جالبی هستش که به بودن اصولا شما نمیتونید آینجی اضافه بکنید. نه من نمیتونم بگم من در حال هستن هستم، نه در حال هستم هستن هستم خیلی خنددار میشه، ولی اینطوری شما میتونید اینو به کارش ببرید که مثلا اینجا مثال سلفیش رو زده. خب سلفیش یعنی خودخواه. بله. اگه به نفر بگید you are selfish یعنی تموم شد و رفت از روز ازل تا روز ابد. ولی اگه بهش بگید you are being selfish و واسه این که سوء تفاهم نشه ناراحت نشه یه نام هم عقصی بهش اضافه میکنید و میگید you are being selfish now. ای بابا تو الان داری دیگه خود خودخواه بازی در میاری یا تو اینا. میگم چون خود تکنیکی هستش برای سر امتحان خیلی خوبه ها. بله. و بعد میگه he is being مساوی هستش با he is behaving. یعنی که فعلا داره اینطور رفتار میکنه یا he is acting. و به اصطلاح خیلی رو این تکه نکنید، من چون شاگردای دیگه این برنامه acting و اینا یعنی که چیز هستش داره به اصطلاح از خودش این بازی رو در میاره، نه یعنی که میدونه داره چی کار میکنه. نه یه کسی الان نمیفهمه براش توضیح میدید حالیش نمیشه، بعد شما میگید you are being stupid و اینی که داره خودش اینجا فیلم بازی میکنه نیستش. آره آره اینو من قصی الان گفتم چون یه شاگردی میگفت خب پس یعنی که داره فیلم بازی میکنه. نه فعلا اینطوریه، فعلی این برنامه از این فعلی بودن حال استمراری داره اینجا استفاده میشه. خب میخواید جملاتشو بخونید. I can't understand از اینجا بخونم. بله بله بله. I can't understand why he's being so selfish. که من نمیتونم بفهمم که اون چرا انقدر خودخواهی از خودش در میاره. بله فعلا چون آینجی یعنی فعلا دیگه. من نمیتونم بفهمم که چرا اون در حال حاضر داره خودش هم خودخواه بازی در میاره. He isn't usually like that. اون معمولا اینطور نیست. بله بعد میگه being selfish مساوی هستش با behaving selfishly at the moment. ولی نه اینکه حالا خودش هم داره میدونه ها. The past is icy. Don't sleep. میگه مسیر یخ زده است. سر نخوری. بله. Don't worry. I'm being very careful. نگران نباش. من الان خیلی مراقبم. بله این کتاب من حتما باید برم ببینم. این جمله من یه چیز دیگه هست. جالبه حال من خودم اینو برای شما آپلود کردم. اوکی. خب اینجا حال من هستش he never thinks about other people. نه او هرگز به مردم دیگه فکر نمیکنه. آره he is very selfish. اینو به اصطلاح منظورش اینه که اینجا در رابطه با اون گفته که یعنی همیشگی ها. ولی اونجام که جالب بود اتفاقا اون جمله که I am being careful. خب این I am being careful میدونیم برای چی؟ شما مثلا من به شما میگم خونه شما چه قشنگه، بعد شما میگید نه همینطوری داری میگی. خب بعد نمیتونم بگم که I am honest. اگه من بگم I am honest بعد شما میگید عجب زرنگی ها، داره از آب گلالود ماهی میگیره. نه داره تبلیغ خودش رو میکنه که من صادقم ها. اگه من حال ساده رو به کار ببرم یعنی که دارم میگم من همیشه صادقم. حالا ولی وقتی که من بخوام بگم صادقانه میگم میگم که I am being honest. یعنی در این مورد خاص من صادقم. ولی اگه حال ساده رو به کار ببرم یعنی دارم تبلیغ خودم میکنم ها. نه
یا مثلا شما به نفر میگید که Why are you being so nice to me؟ نه؟ چرا در حال حاضر با من انقدر خوبید؟ نه؟ یه کاسه زیر نیم کاسه است، نه؟ حتما یه چیزی هم من میخواید، نه؟ خلاصه یا مثلا بچه مثلا در عده باباشو در میاره بعد میگه Now I'm being my father. نه آره و این ING-ه، نه؟ خب بعد میگه We use am, is, are, being to say how somebody is behaving. یعنی که فعلا داره اینطوری رفتار میکنه و بعد میگه It is not usually possible. میگه معمولا امکانش نیستش در جملات دیگه، مثل مثلا It's hot today. نه It is hot today. میگه خب اینطور نیستش که مثلا چون دیروز سرد بوده بعد بگید امروز در حال گرم بودنه. نه این حقیقتی هستش، دیروز سرد بود حالا امروز گرمه یا هرچی. یا Sarah is very tired. البته شوخی میکنن ها، شوخی میکنن. شما من میگید که Sarah is very tired، بعد من میتونم به شما بگم No, she is being tired. یعنی داره خودش تایرد بازی در میاره، از این شوخیات میکنن تو زبانشون. خب پس فعلا تا اینجا من برم مثل شلوک هولمز دنبال این کتابه ببینم چرا این کتابه این کتابه در از طریق اینترنت تغییر ورژن داده، نه مثل مثلا دوزای سرگردنی گرفتنش و اینو ورژنشو تغییر دادن. نه البته به غیر از حالا یه مقدار اون مثلا فکر میکنم به خاطر نشرش باشه یا نمیدونم چی، همون جلدش هم یه مقدار متفاوته به غیر از حالا اون که نوشته چاپ چهارم و پنجم، بالاش نوشته این اصلا بیارم نه اینجا میتونم چکش کنم. آره نوشته The world's best selling. آره آره اون که برای همه شونه Grammar. آره نه اینه من چیز آره خب من کتاب منو ندارم. آره بعد اگر چیز کردم دیدم که اوکی درستش درست نیستش، الان دیگم دیدیم که چون میخوام با چیز باشه دیگه، هی مثلا جملات شما با من متفاوت نباشه، پس باز دوباره براتون چیز میکنم آپلود میکنم. باشه اوکی، پس فعلا تا جلسه بعد گفتم بیشتر تمرکز روی جمله راجبه آره چیزی که خوندیم، بعد یه مقدارش هم برنامه ترجمه، ولی ترجمه جملات خود پیچیده تر باشه. و اگر جمله رو نفهمیدید لاقل لغتش رو در لغت در رید و اگر یه ذرم تونستید که نهایتا ترجمهش بکنید اشکال نداره ها، چون خود همین اشتباه ترجمه کردن شما برای من اطلاعات نه؟ و الانم من براتون یه تاپیک میدم بعد راجبش بنویسید. چشم. نه اوکی. پس تا جلسه بعد شنبه کلاس داریم یا نمیدونم امروز شنبه 3 فروردین. آره شنبه وضعیت اضطراری. اوکی نه اصولا اینطوری هستش که من حتی حضوری هم که هستش همیشه کلاس من برقراره، ولی اینجوری هستش که حالا برای شنبه رو میتونم براتون جمله جلسه جبرانی بذارم و جلسه جبرانی هم اصلا ما این کار میکنیم که چون یه ساعت هستش میشه 3 تا 20 دقیقه. بله. و اگر بعدش کلاس نداشته باشم میتونیم این کار بکنیم که 3 تا از جلسات یک هفتهتون بشه 1 ساعت و 20 دقیقه. 1 ساعت و 20 دقیقه. آره آره. خب الان از الان میدونید که شنبه نمیتونید کلاس داشته باشید یا آره فکر نمی کنم بتونم ماره. اوکی اوکی. پس شنبه شما اوکی آف باشید. بعد پس میشه روز دوشنبه هفته دو آینده. آره. بله. باشه. پس تا تا سال دیگه. جنس. تا سال دیگه. تا سال دیگه. خدا مرسی. پیش پیشم نوروزتون مبارک. برای شما همینطور. مرسی خدا نگهدار. مرسی خدا نگهدار.